با عرض سلام خدمت بردن خواهران عزیزم، امروز اومدم تا در رابطه با یکی از معجزات قشنگی که عیسی مسیح توی زندگی من انجام داد باهاتون صحبت کنم و فکر میکنم که برای خانوما خیلی جالب باشه این موضوع. من وقتی که اومدم سوئد، البته همونطور که خودتون میدونید من تقریبا 5 سال و 6 ماه هستش که توی سوئد هستم. روزی که من به سوئد پا گذاشتم اون روز من 63 کیلو بودم، ولی بعد از 3 سال شدم 87 کیلو، چون توی رستورانی کار میکردم که مجبور بودم همش بخورم، یه دونه برای مشتری درست میکردم یه دونه خودم میخوردم. بعد طوری شده بود که من به قدری چاق شده بودم که خجالت میکشیدم راه برم، خجالت میکشیدم عکس بندازم با کسی، حتی با شوهرم، حتی با بچم، یعنی اصلا خجالت میکشیدم به مهمونی برم، حتی وقتی که سر کار بودم سعی میکردم جلوی مشتری نیام. واقعا هر کاری میکردم، حتی اگر رژیم میگرفتم نمیتونستم لاغر بشم. به جایی رسیده بود که من واقعا پادرد گرفتم، کمردرد گرفته بودم و با این وزن سنگین هر کاری میکردم، هرچی نمیخوردم باز هم وزن من پایین نمیومد، چون ناخواسته باز میرفتم میخوردم، یعنی نمیدونم چی میشد که من، یعنی فقط میخوردم، نمیتونستم هم رژیم بگیرم. تا جایی رسید که من کفش انجیل آرامش بخش رو به پا کردم، وقتی که کلام زیبای خداوند رو خوندم اون کلام باعث شد معجزه‌ای تو زندگی من اتفاق بیفته و من که 63 کیلو بودم از ایران اومده بودم الان 56 7 کیلو هم، یعنی خودم هم باورم نمیشه، قابل تصور نیست. خانمای عزیز، خانمای عزیزی که میخواییم رژیم بگیریم، حتی در نام عیسی مسیح، با نام عیسی مسیح هم میتونید وزن کم کنید در نام عیسی مسیح. در نام عیسی مسیح هر چی که از خداوند بخواید بهتون میده، هر چیزی که فکرشو بکنید، هر جوری که تصور بکنید، هر چیزی از خداوند در نام عیسی مسیح میشه. این کلام خداوند باعث شد که من به خودم بیام و واقعا ناخواسته باعث شد که من کمتر بخورم، یعنی واقعا غیر از خوردن چیزی وجود نداره برای وزن زیاد. حالا ما خودمونو گول میزنیم میگیم ما نمیخوریم چاق میشیم، ولی من یه میشه آدم نخوره و چاق بشه، یکیش خود منم. این کلام خداوند بود که به من کمک کرد که شما میتونید در متی چهار میتونید این آیه رو بخونید، که من میتونم از اولش براتون بخونم که در رابطه با آزمایش عیسی مسیحه، ولی منو خیلی تکون داد. آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا در آنجا شیطان او را وسوسه و آزمایش کند. عیسی در آن زمان برای مدت 40 شبانه روز روزه گرفت، پس در آخر بسیار گرسنه شد. در این حال شیطان به سراغ او آمد و او را وسوسه کرد و گفت اگر این سنگ ها را تبدیل به نان کنی ثابت خواهی کرد که فرزند خدا هستی. اما عیسی به او فرمود نه، من چنین نخواهم کرد، زیرا کتاب آسمانی می فرماید نان نمی تواند روح انسان را سیر کند، بلکه فقط کلام خداست که می تواند نیاز درونی او را برآورده نماید. خواهران عزیزم، مخصوصا خواهرانم که میدونم واقعا چقدر دوست دارن که وزنشون رو کم کنن، با کلام خداوند که نوشته زیرا کتاب آسمانی میفرماید نان نمیتواند روح انسان را سیر کند، بلکه فقط کلام خداست که میتواند نیاز درونی او را برآورده سازد. من با خوندن این جمله ناخواسته روح القدس وارد من شد و کمکم کرد. وقتی در یخچال باز می کردم
انگار که کلام خدا اونجا نوشته شده بود که نان سیر نمیکنه. وقتی در یخچال باز میکردم چیزی بخورم، انگار اون جمله رو میدیدم، خدا رو جلوم احساس میکردم، خدای خودم رو میدیدم که اصلا این نوشته رو انگار که اون تو نوشته بودن. بعد برمیگشتم کتاب مقدسم رو میخوندم، واقعا من سیر شدم. این کتاب مقدس بود که نیاز درونی من رو برآورده کرد. الان من خیلی خوشحالم، را عکس میندازم، خیلی شاد میخونم توی کلیسا، خیلی راحت قدم بر میدارم، خجالت نمیکشم دیگه. واقعا در نام عیسی مسیح همه چی شدنیه. من خیلی خجالتی بودم، واقعا روم نمیشد راه برم، روم نمیشد، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. نه اینکه راه برم روم نمیشد، منظورم اینه که تو جمع نمیتونستم، واقعا خیلی خجالت میکشیدم. حتی تو نامزدی دوستانم نتونستم برم چون خجالت میکشیدم، دست خودم نبود. وقتی از ایران اومدم خیلی لاغر بودم، وقتی که اومدم یه دفعه شدم 87 کیلو، ناخواسته خجالت میکشیدم، تا وقتی که به این کلام خداوند ایمان آوردم، قلبن چیزی رو که نوشته بود انجام دادم. در مدت یک ماه و نیم 15 کیلو کم کرده بودم، طوری که من خودم نمیدونستم. به جای اینکه من غذا بخورم، برنج و خورش داشتم توی یخچال، نونم داشتم، یعنی سالاد میخوردم، میوه میخوردم، چیزی رو که واقعا میدونستم فقط ضرر نرسونم به بدن خودم. ولی دیگه دنبال غذاهای نونی نمیرفتم یا برنجی. و خیلی من خوشحالم که در نام عیسی مسیح من به همه چیز رسیدم. شما رو به دستان عیسی مسیح میسپرم. شاد و موفق باشید تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.